این عدد ویدیویش 55 ترشوش 25 بوده. ببینید تر شده 25 ترشو داره پایین. خب خیلی منابع میتونن همدیگر شبیه هم نشون بدن، بعد اینا فیلتر آنالیز خاص خودشونو بگیرن و از جریان اون تصویر بشه بهره برداری کامل رو کرد، چون امکان داره منابعی هم نباشن ولی منظم بالا بیاد. البته اهداف خیلی بزرگم نوع آنالیزش فیلترش یه مقداری نیاز به ترکیبات دیگه ای داره. اینجا کدش بالاش 18 بوده سیگنالش و پایین 11 بوده و اینترپولیتش 5 بوده. خب در این نوع ترکیب ها اعداد بالا دست عمدتاً 11 پایین به بالا شکلاشون باید متفاوت باشه. این بستگی به ترشولد هم داره. ترشولدمون چون اینجا عددش پایینه، ترکیب شکلای پایین دستی یعنی پایین این عدد 11، اینجا پایین سیگنال 11 که 55 چون ترشولد اون پایین بوده میتونه همشکل باشه. ترشولد اون بالا باشه امکان داره اینا همشکل باشن، به خصوص اگه بخوایم از سیگنال های بالاتر مثل 20-12 بالا 20 باشه پایین 12 استفاده کنیم. حالا اینجا ترکیب تشخیص بین دو تصویر رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. کد 11 رو وقتی میدیم ما چنین شرایطی رو در نوع ترکیب داریم. خب این عمودیه ولی اینو بعدم بحثش میکنیم. صفرش میکنیم پایینو ویدیویشو. خب این از عدد تقریبا ما تکنیکی بالا بین کد 9 تا 12 در ترکیب ترشولد 25 چون دامنه منابع تو ترشولد 25 خیلی بازن، کلسیوم ها، کربن ها، امثال اینها هستن و خیلی چیزها خودشونو شبیه هدف میتونن نشون بدن. ما در اینجا 12 رو میگیریم، 12 بالا رو تایید میکنیم، میایم بنابر همون ترشولد 25 میایم دو رو میدیم که چون ابعادش رو کوچیک گرفتیم کوچکترش کنیم، بیایم جدا سازیش رو بهتر کنیم. خب در اینجا ما دو رو میدیم و بعد میایم یک رو میدیم و اینا هی داریم جداش میکنیم، منابع اضافه رو خارج میکنیم، دو صفرش میکنیم، چنین تصویری میاد. ما اگه در همین تصویر اولی آیتی سایز 5 رو بدیم، خب دو مثلث مرتب و یه مثلث پیوسته به یه مربع در اینجا داریم و یه لکم اومده این پایین به غیر از این. حالا اصلا مثلث ها رو ما اینجا در نظر هم بخوایم نگیریم، این نیمه مربعی که در اینجا هست با این میتونه یکی باشه، ولی در هر صورت وقتی کد 3 رو میدیم ما دو تا مثلث یا دو تا لکه رنگ هم تو دل همدیگه اینجا داریم. اگه این با کد 20 هم که میومد ترشولد 45 بود، این باز میتونست وجود هدف رو در این شرایط تایید بکنه که من چنین منبعی رو در اینجا دارم، چنین هدفی وجود خارجی داره. خب البته کدهای مختلف بدیم توی آینتی سایز های ذره شکل ها مختلف میشه، ولی در سایز 3 یا 4ش اینجا قشنگ این معینه. خب تا اینجا ما تونستیم این ترکیب رو از این منبع یا از این تصویری که بوده به دست بیاریم. این حالت عادیشه، به هیچ چیش دست نزدیم، فقط آینتی سایزشو میدیم که چنین تصویری میاد. بدونید که کد 11 بالا 10 و 9 هم میتونه ترکیب های متفاوت بده، ولی ما اینجا از 12 بالاترین استفاده میکنیم که بتونیم هدف رو مورد بررسی قرار بدیم. حالا این تصویرم ویدیویش 55 ترشولدش 25، کد 11 این رو بهش میدیم، میایم کد 12 رو مثل همون تصویر بهش میدیم. خب یه مثلث مرتب هم اینجا داره، میایم دو رو میدیم، دقیقا کارهایی که با اون تصویر کردیم، یک رو میدیم و دو صفرش میکنیم. در ترکیب ما هر کدوم این آینتیار هم که بدیم شکل منظمی به اون معنا ماننده اون نمیگیریم. اینجا میتونیم هدف رو رد شده اعلام کنیم، هدف از نظر ترکیبی نسبت به اون کدش، موقعیتش، وضعیتش وجود نداره. خب این تا اینجا بود، این برای ترکیب استفاده از کدهای ترشولد. ولی اگه اینجا ما بخوایم بیایم مثل اون از این F7 استفاده کنیم، گفتیم چون کد اینها پایینه، ترشولدش پایینه، ترشولد 25 بوده،
امکان داره این مثلث‌ها رو ما بگیریم ولی از منبع اصلی نباشه. حالا اینو میتونیم جداسازیشو تو ترکیب دیگه ای انجام بدیم. تشخیص بدیم به چه صورته. با اون که ما در ترکیب اولیه شکل اون خودمون نظم رو داشتیم در تصویر قبلی که هدف بود. ولی در تصویر اصلی اولیه این چیزی رو به اون معنا نمیگیره. حتی این چنین تصویرهایی که اگه میبینید بعضی مواقع میاد، این وجود یه منبعی رو تایید میکنه، ولی این منبع رو باید ببینید توی چه جریانی از اون وضعیت هدفه. خب کد 11 اینو گفتیم گرفته بودیم دیگه، 11 رو اومدیم اینجا بهش دادیم، 11 پایین ویدیوی 55، 12 بالا 2، این چون هدف کوچیکه از 2 هم استفاده می‌کنیم، اهداف بزرگ عمودی از 5 هم استفاده می‌کنیم، 2 1 و 2 0. خب این همین حالت اولیه‌اش، 2 لکه اینجا به صورت منظم داره، 5 هم که میدیم مثلث‌ها میان، این دوتا هم باز در ترکیب خودشون هستن به این صورت، ولی خودش هم باز 2 لکه رو در دل خودش داره که تایید بکنه. پس اینو تا اینجا روی این تصویر اومده بودیم، کارش انجام داده بودیم. حالا میخوایم بیایم ببینیم آیا حتی کد 12ش هم شبیه اینه. 12 رو که میزنیم یه محدوده شبیه اینه، کد 12 بالا رو دوباره میدیم، 2 همون کاری که انجام داده بودیم با 11، 1 و 2 0. ببینید حالت ویژه ای ما از یک شرایط خاص شکلی نمیگیریم. این شکلی که اینجا داشتیم تو تصویر اولیه‌اش هم تو حالت کدای پایین ترش میاد. پس 12 این به ما پاسخی از نظر تکنیک شکلی نداده. اینا میخوایم ویدیویا و ترشولدا و تفاوت‌هاشو به دست بیاریم. حالا اینو دوباره همون مسیر رو میریم. اینو میدیم که این 11 جا بیفته. 11 پایین بنابر ویدیوی 55 همون مسیری که رفته بودیم. 12 بالا بنابر ترشولد 25 عدد نهاییشو میگیم. کد 2 برای جداسازیش، کد 1 این مسیر رو رفته بودیم در مرحله اول، کد 2 0. خب این ترکیب اومده بود که دوتا مثلث از توش در اومد. حالا میایم 12ش رو میدیم. 12 البته این 12 دادن در اهداف بزرگ و در جاهایی که از سیگنال بالا 20 12 پایین اینترپولیت 751 استفاده میکنه، قابلیت استفاده داره برای جاهایی که ویدیوهای 55 ترشولد 45 یا هدف در منبع دیگه است، ولی در اینجا نه، چون اینجا ترشولدمون پایینه. خب کد 12 رو دادیم، دوازده بالا 2 1. الان یه دو تا مثلث خیلی خوبم اینجا برای ما آورده، ولی آیا این چیه؟ 2 0. حاصل اینم به هم ریخته است، یعنی اینجا در کد 12 پایین شکل اونم یه شکله، 12 بالا 2 1 و 2 0. این مثلث هم که اومده بود به هم ریخت، از بین رفت، بازم نظمی وجود نداره، حتی تو اونم نبود تو اینم نبود، ما تفاوت 11 و 12. حالا میخوایم به خاطر کدای بالاتر اینو بگیم. ما در اینجا وقتی که اومدیم سیگنال 11 رو دادیم، دوازده بالا رو دادیم، دو
پایین 11 که ویدیو 55 بود، 12 هم همون ترشورد 25، 2 و 1 و 0 هم برای جداسازی ترکیبش. 1 این اومد دیگه، وقتی F7 رو استفاده کردیم رفتیم دوتا مثلثی گرفتیم. خب الان ما اگه این هدف یه منبعی باشه، یعنی آینتی سایز 5 بزنیم، دوتا مثلثی رو میگیریم. ما الان میریم به طور مثال از کد 17 استفاده میکنیم، یا اصلا کد 15 رو میدیم، 15 پایین، باز شکلش با 11 یکی ها، 12 2 1، بازم با 12 یه ترکیبه، 2-0. خب اینجا کاملا این به هم ریختگی هنوز وجود داره. حالا میریم 17 رو میدیم. منابع آلیاژی بالا دست در دیم ها یا دایم ها، کد 12 2. ببینید ترکیباتش یکسانه، کد 1 و 2-0. و بازم ایمون به همیختگی ویژگی خودش رو برای این جریانه هدف داره. در هر صورت این هدف رو نمیتونیم در اینجا بیایم توی ساختاری که داده بود مورد تایید قرار بدیم. اون دوتا مثلث ها عملا قابل تایید نیستن که اصلا از چه طبقه ای بودن. میتونه از منابع سفتی زمین بوده چون به اون پیوسته بوده، چون ما در ترکیب 11 اون یکی تصویر کاملا اهداف شکل منظم و به صورت مربع هم گرفتیم. خب حالا بحث اینا بود که ترشولد در سیگنال بالا بین عدد 9 تا 12 برای 25. خب اینجا الان ما میایم ترشولد پایین رو میگیریم، همون 11 پایین رو بنابر ویدیو 55 میدیم، ترشولدش رو 12 گرفته بودیم دیگه، الان میایم تو قالب 10 میگیریم. چرا؟ چون میخوایم ساختار منبع رو از منبع اصلی که هدف بود جدا بکنیم. بیام ببینیم منابع دیگه چیه. اینو تو کد بعدی مشخص میشه. 10 رو که بهش میدیم، 10 بالا رو، و بعد 2 رو میدیم و 1 رو که میدیم و 2-0 که بهش میدیم، خب این قالب شکلی اینجا میاد. ما وقتی این رو پررنگ میکنیم یه مثلث اینجا خواهیم داشت در کد 1، که خب اگه این الان این سطح قرمز هم حذف کنیم این باقی میمونه. بازم اینا جریاناتی که در رادارها و جی پی آر ها وجود داره. این تو این قالب هم یه مثلث داد با اون که با کد عدد 12 کاملا منظم داده بود. این مال این تصویره. حالا اون یکی تصویر، حالا اینو میایم ترکیبشو میگیریم، کد 11 رو بهش میدیم که خب در جای دیگه هم داده بودیم، ویدیوهای 55، کد 10 رو میدیم که قالبی از ترشولد 25. گفتیم اعداد پایین منابع دیگه هم خودشونو شبیه نشون میدن و بعد اینو به دست بیاریم وقتی ویدیوهای 55 رو دادیم. 2 رو بهش میدیم چون میتونن شکل هدف نشون بدن خودشون، 1 رو میدیم و 2-0. خب در اینجا گفتیم در تصویر اولیه چیزی نیست مگه اینکه ما بیایم از FF استفاده کنیم، با اون که در اون تصویر وقتی که از کد عددیاش استفاده کردیم تونستیم بگیریم. اینجا الان دوتا مثلث به ما میده. حالا این دوتا مثلث از چه جریانیه؟ اومدیم ترشولد رو بردیم پایین تر دیگه، اینجا ترشولد رو میاریم پایین تر، یعنی 10 رو دادیم به نسبت 11 ویدیوهای 55 تا ترکیب ساختاریش ببینیم چیه. ببینید یه جا ما اونجا تا 17 رفته بودیم، الان اینجا 17 رو دوباره بهش میدیم با اینکه این ویدیوهاش 55 میده. در راداری ها میتونی جدا سازی رو حتی به این نحو انجام بدیم. 17 رو بهش میدیم، بازم همون شکل عدد 11 رو داره.
میایم کد عدد 10 رو بهش میدیم، بازم همونه، 2 رو بهش میدیم، 1 رو بهش میدیم و 2 صفرش میکنیم. ببینید یه قالب تکلکه به ما اینجا توی این جریان این میده، این قالب عددی رو در اینجا داره به ما میده، یعنی ما اون چیزی رو که از جریان اون منبع در اونجا گرفته بودیم یک جریان آلیاژی بوده که اون دوتا اومده بودن و اون ترکیب رو داده بودن. حتی اگه بیایم 15ش رو هم بدیم، چون در 11ش به ما اونو نداد دیگه، 15 رو بدیم، کد 10 رو بدیم، 2 1 و 2 0 رو بدیم، بازم همین جریان داریم. حالا باز میاریمش پایین. یازده رو میدیم، میام 9 رو بهش میدیم. اینم باز روی 25 دیگه، 2 رو میدیم، 1 رو میدیم و 2 صفرش. باز همون شرایط، اگه بخوایم از FF استفاده کنیم اون دوتا شکل رو به ما میده. حالا میایم 12 استفاده میکنیم، یه دونه میاریم بالا، 10 رو میدیم، 2 1. گفتم 12 رو برای اهداف بزرگی، اونایی که سیگنال بالاش 20 و این 12 و اینترپرتاش 751 میشه استفاده و 2 0ش میکنیم. باز در 12 به ما قالب اینو میده ولی در قالب 11 اینو به ما نمیده، این وجود نداره. حالا در اینجا ما 12 رو میدیم، گفتم 12 در ترشولدهای بالا برای اهداف بزرگ قابلیت استفاده داره، یا اهدافی که به صورت عمودی هستن. اینجا این هدف ترشولدش پایین بوده و کوچیک بوده. 10 رو میدیم، 2 1 و 2 3. ببینید در این چیزی رو به ما نمیده، این اونو این روی نم پیاده کردیم. اینجا تفاوت بود این هدف اصلی با بنابه دیگر کد 11، حتی اگه ترشولدتون هم بالا بود چنین اتفاقی می افتاد، این هدف از نظر جریانی و تکنیکی و شکلی درست بود، ولی این برای اهداف با ابعاد کوچیکه که خیلی ها میخوان اینا رو جدا سازی کنن و تفاوت هاشون رو بین آلیاژها و هدف مورد نظر به دست بیارن. اینا نکاتیه که باید اپراتور یاد بگیره پیاده کنه و سیستم تصویری ها اون تصاویر اولیه میتونه، گفتیم این تصویر خیلی جا میتونید در قالب تصویرهای عمل کردیتون ببینید، اگر سازه های شکل باشه، مدل های شکل باشه، منابع شکل باشه، میتونه این ترکیب آشکار بشه، ولی فیلتر آنالیز هاست که متفاوته و تفاوت های در شکل ها داره. حالا در اینجا ما 17 رو میدیم، 17 رو میدیم، میریم همون 10 رو میدیم. اینجا این عمودیه رو داریم، یه مقدار این باید از 5 یا اینترپولیت میتونیم استفاده کنیم، ولی میخوام با روش همون بریم، 2 1 و 2 0. خب اینجا نمیده این قالب، این قالب رو روی 17 اونم گرفته بودیم، روی اینم گرفته بودیم، روی اون اومد لکه داد، روی این اون لکه رو نداد. این تفاوت ها باید حتما در نظر گرفت. ببینید تا کد 12 اونجا بود، اینا 10 ها، در این تفاوت های
نوع ترشولد ها برای تقسیم بندی اون که اون منبعی در اون یکی تصویر دوتا مثلث داده بود چیه؟ از چی بود که مشخص شده از منابع دیگه بوده؟ منابعی که بین 12 تا 17 آشکار شده بود. خب اینجا منابع بین سیگنال پایین 12 تا 17 جریانی متفاوت از 11 داشت. 11 منظم نداشت ولی دوتا لکه داشت. در اینجا ما تونستیم از 12 به بالا لکه رو بگیریم. گفتیم بازم میگیم این ترشوردش پایینه، یعنی روی 25. هم با کد 12 بالا تستش کردیم، هم با کد 9 تستش کردیم و هم با کد 10 این رو تست کردیم. پس در نوع شک هایی که میخواید به دست بیارید این موضوعات مطرحه. حالا در خود کد بندی هایی که خیلی جاها میشه انجام داد، این کد 11 رو که میدیم، خب این ترکیب رو برای ما داره، خب میتونه بگه یه منابعی هست، ولی این مربوط به ادیته و ترشولدش هم خانی داشته باشه. این ترشولد داره، برای این ما این همه توضیح دادیم که بتونید تفاوت بین یه وجود هدف اصلی با غیر اصلی رو به دست بیارید. خب حالا ما اینجا 11 رو دادیم، میایم یه اینترپولیت 1 بهش میدیم. میریم کد 12 رو بشیم، 2 رو میدیم، 1 رو میدیم و 2-0ش میکنیم. خب قالبی ما اینجا از چیزی به دست نمیاد، یه این به دست میاد که اینم حالا اصلا بحثی سرش نمیتونیم بکنیم چون تو جاهای دیگه این جریان نبوده. چیزایی مانند اینها میتونه جاهای خالی نرم یا اینجا منابعی مانند زمین های صفر شده باشه. حالا میگه مثلا تو این دوتا تصویر حد میان با اینترپولیت در نظر میگیریم، همون با کد 10 11 پایین رو میدیم. خب اینجا میگیم ما این پیوسته عمودی داریم، اینترپولیت رو میدیم، میگم اینجا 10 استفاده میکنیم، میخوایم بین این دوتا چون اون در 10 به ما یه واکنش خوبی در ساختار داده بود. 10 بالا 2-1 و 2-0. وقتی 5 رو میزنیم یه میله‌ای داریم و ترکیبی از انواع مثلث‌های شکل‌های متفاوت. خب اینو تا اینجا تو حدود این شکل توی این تصویر داریم. حالا ببینیم اون دهش با اینترپولیت چی جواب میده. اینو توجه کنین، از اینترپولیت چون استفاده می‌کنیم میایم 10 هم میدیم ها، ولی می‌خوایم جدا سازی‌هاشو بگیریم. 11 پایین بنابر ویدیوی 55 اینترپولیت 1 10 بالا بنابر ترشولد 25 در سطحی به سمت پایین 2-1 و 2-0. این به هم ریختگی درش به وجود میاد. این ترکیب، ترکیب میزونی مانند اون یک منبع با اون شکل‌های منظم و میله‌ای وجود نداره. اینا روش‌هایی که میتونید در این کار پیاده